دومین برنامه از سری برنامه های موسیقی مقامی ترکمن با استاد مجید تکه، یکی از شاخص‌ترین بخشی‌های ترکمن، گفتگو کردم. دکتر مجید تکه متولد سال 1339 و بیش از 40 ساله که دوتار میزنه. اهالی موسیقی ترکمن معتقدند مجید تحول زیادی به لحاظ فن و تکنیک نوازندگی در موسیقی ترکمن ایجاد کرده. مجید تکه در سال 1352 گروه موسیقی دولت محمد آزادی را تشکیل داد. اولین فعالیت رسمی این گروه در سال 1364 در اولین جشنواره موسیقی فجر بود که در این جشنواره مقام نخست گروه نوازی و همچنین خوانندگی را کسب کرد. استاد مجید تکه در سالهای اخیر از جمله داوران جشنواره‌های موسیقی نواحی و جشنواره موسیقی فجر. گروه موسیقی دولت محمد آزادی از 17 نوازنده و خواننده تشکیل شده که 5 نفر از اعضای این گروه فرزندان خود مجید تکه هستند. سال هاست که ما با لحظه بخشی شما رو میشناسیم. میخوام ببینم این یه نفر باید داره چه ویژگی هایی باشه که بین ترکمن ها بخشی اسمشو ببرن. در مورد خود کلمه بخشی به لحاظ علمی اونطور گفته میشه که از کلمه سانسکریت بخشو گرفته شده. از طرف دیگه به نمایندگان چنگیزخان در اون زمان بخشو گفته میشده، به معنی مرد باسواد و عالم معنی میداده. ولی در معنی عامیانه کلمه بخشی معنی وسیعی رو داره، به این معنی که بخشی از کلمه بخشلمق یعنی بخشیدن گرفته شده، به این دلیل که کسی که دارای هنری هست مخصوصا موسیقی اینو فقط برای خودش یاد نمیگیره یا فقط برای خودش اجرا نمیکنه و اون کسی که بالای درک هنر رسیده هنرشو برای بخشیدن به مردم یاد میگیره و سازشو دستش میگیره. به همین دلیل اسم بخشی روش گذاشته میشه که چون همیشه در این آرزوست که هنر خودشو به مردمش ببخشه و در همه حال در حال بخشیدن باشه. به همین خاطر به همه اساتید موسیقی، موسیقی ترکمن با نام بخشی اطلاق شده، گفته شده. حالا نینواز میخواد باشه، کمانچه‌زن میخواد باشه، دوتار نواز میخواد باشه یا اینکه خواننده تک خوان میخواد باشه، و همه اینا رو با نام بخشی یاد کردن، به بخشی گفتن. به همین دلیل ما اساتیدی داریم که در گذشته با همین کلمه بخشی کنار اسمشون یاد شدن و امروزه هم با همین نام یاد میشن. مثلا کل بخشی، شکر بخشی، اساتیدی هستند که مربوط به قرن 18 هستند و با همین نام بین مردم جا افتادن و بین مردم یاد میشن. ولی مثلا در سالهای اخیر میشه گفت 50 سال به این ور در بین ترکمن ها بخشی بیشتر خواننده رو مفهوم کرده، رسونده، یعنی بیشتر به خواننده موسیقی ترکمن بخشی گفتن و در ذهن عامیانه هم کلمه بخشی همین خواننده رو تداعی میکنه. اما در حقیقت بخشی همه هنرمندان موسیقی ترکمن هستن، چه نینواز، چه کمانچه زن، چه دوتار نواز و یا خواننده. مقام های موسیقی ترکمن به چه صورته؟ به لحاظ پرده و دستگاهی بخواییم ما نگاه بکنیم، موسیقی ترکمن 4 دستگاه بزرگ داره به اسامی تشنیت، مخمس، قرقلر، نوایی که این دستگاه بنابه اقتضای نوع از پرده ها و ردیف پرده ها اطلاق میشه در آهنگ ها و یا مقام هامون. اونطور که از تعریف کلمه مقام برمیاد، مقام بیشتر شامل، یعنی در موسیقی های دیگه که مقامی هستن شامل تعدد آهنگ هستن، یعنی خیلی وسعتشون زیاده، ولی در موسیقی مقامی ترکمنی مقام به حتی آهنگ بدون کلام هم اطلاق میتونه بشه، یعنی یه آهنگ بدون کلام به خودی خود یکی از مقام های موسیقی مقامی ترکمن رو تشکیل میده.
دوتا رو اون 13 تا پرده کروماتیک به فاصله نیم نوت نیم پرده از هم است که در پرده 13 همون یه پرده کامل یا نوت کامل هست. به همین خاطر به دلیل نحوه اجرایی موسیقیمون، موسیقی ما خیلی تصویری است. خدا بیامرز استاد مرتضی حنانه رو، ایشون در یکی از فرمایشاشون به من اینجور گفته بودن، فرموده بودن که گفت قدر موسیقی خودتون رو به خاطر یک ویژگیشم بدونید. حالا خیلی ویژگی های زیادی داره، ولی این یک ویژگی رو که من عرض میکنم به این خاطر که ویژگی هایی که به وجود آورندگان موسیقی سمفونیک یا موسیقی کلاسیک مثل استادان بزرگ موسیقی سمفونیک و کلاسیک مثل بتوون، شوپن، باخ، موزارت و امثالهم میخواستن در آثار خودشون جا بدن بگنجونن، در موسیقی ترکمن خیلی فراونه. استاد حنانه میگفت به خاطر این ویژگی هم قدر موسیقی خودتون رو بدونید. و همونطور که عرض کردم به لحاظ نحوه اجرایی کاملا در نحوه اجرایی موسیقی کلاسیک سمفونی اجرا میشه، یعنی یه نقطه شروع و نقطه مضمون اصلی رو به اوج رسونده شدن و قسمت پایانی رو داره. به همین ویژگی هایی که من عرض کردم اکثر مقام های ترکمنی چون خاصیت بسیار بالای تصویری رو دارن، در گوش شنوندگان میتونن اون چیزی که در حال نواخته شدن هست رو در ذهن شنونده مجسم بکنن. غیر از این یه در مورد مقام ما داریم، قسمت بندی تقریبا میشه گفت موسیقی ترکمن هم به این دلیل هم قسمت بندی میشه. یکی آهنگ های مقامی ما داریم. اولین خاصیت آهنگ های مقامیمون اینطور هستش که اون آهنگ باید به لحاظ محتوا عمیق و پر مفهوم و پر معنا باز باشه و اکثرا هم اینطور آهنگ ها در وهله به وجود آمدن یا ساخته شدن اکثرا بدون کلام بودن، به مناسبت خاص این آهنگ ها تنظیم شده. و غیر از این ما آهنگ های غیر مقامی داریم که اینا رو آهنگ های سرودوار ما میگیم که در بطن این آهنگ همون آهنگ های با کلام خوابیده. و قسمت دیگه از مقام هامون مقام هایی هستن که در وهله اول برای مقام بودن ساخته نشدن ولی بعداً به مقام تبدیل شدن توسط اساتید دیگر. اینجور قسمت بندی های رو ما در موسیقی بودن. ادبیات ما ترکمن ها از 300-400 سال به اینور مکتوب شده. تا اون تاریخ هم ادبیاتمون رو همین بخشی هایی که من تعریفش رو عرض کردم خدمتتون رو دوششون حمل کردن تا نقطه مکتوب شدن رسوندن. یا اینطور میتونم بگم که در زمان هایی که حتی همین شاعر بزرگ و فراغی زندگی میکردن در 270 چند سال پیش، به دلیل اینکه شرایط اون زمان ها طوری بوده که بیشتر در جنگ و جدال بوده این منطقه و ترکمن، اکثر آثار مخدوملی و شاعران دیگه هنوز مکتوب هم به اون صورت نشده بوده و بودن باشه خیلی کم بوده و این اشعار رو کلن ادبیات رو همین بخشی ها به نسل امروزی رسوندن و مکتوبش کردن. و به همین خاطر موسیقیمون هم دقیقا مکتوب نشده که چند تا مقام ما داشتیم و یا داریم به نسل ما چند تاش رسیده، ولی حداقل اینو میتونم عرض بکنم یه زمانی به گوشم میخورد 500 تا و 1000 تا حتی مقام میتونه داشته باشه موسیقی. آلات موسیقی که در حال حاضر استفاده میشه نیها رو داریم، نی هفت بند و زبانه دار. ما قپوز رو داریم یا همون زنبورک. آلات موسیقی اصلیمون دوتار هست که دوتار ما هرچند برادران و یا هم خانواده زیادی داره، ولی این دوتار ما مختص ترکمن هست. ویژگی که داره کاسش نسبت به سایر برادران و هم خانواده خودش کاسش کلوفتر و سنگینتره.